ممنون از شما. آقای دکتر چند تا ایمیل براتون رسیده، میخوام دو تاشو اگه موافق باشین این هفته بخوانم جواب. نمیدونم حالا جواب میدین یا نه، اصلا جواب داره یا نه. اولیش اینه آقای دکتر، توجه دارید دیگه. با سلام و خسته نباشید، لطفاً آقای مهری از جناب دکتر عباس میلانی این سؤال را بپرسید. این از اون اغلاطی است که در ایران رایج شده، این سؤال را بپرسید. چرا و به توصیه چه کسانی آیت الله خمینی را به عراق تبعید کردند؟ حکایت ماهی و آب است. چرا نه مثلا به برزیل؟ عراق به خاطر وجود حوزه های علمیه و عتبات دسترسی برای هواداران خمینی زیاد مشکلی نبود. با تشکر و قدردانی. سوال بسیار جالبیه، برای اینکه اول میدونید که آیت الله خمینی رو به ترکیه تبعید کردن، بعد از چند ماهی که در ترکیه بودن بعد تصمیم گرفته شد که بفرستنشون به عراق. در دورانی که در ترکیه بودن در منزل یک افسر اطلاعاتی ترکیه بهشون جا میدن و اون افسر خاطرات چو نوشته از بله و از نحوه برخورد آیت الله خمینی به خودش و خانوادهش. میگه که مثلا روز اولی که اومدن سر میز و خانم این افسر خانم بدون حجابی بودن و آقای خمینی گفتن من سر میز باش نمیشینم، اونا هم گفتن نمیشینید، غذا نیست، برید اتاقتون. بعد از این مدتی کاملا میپذیره که منزل ایناست و بایستی سر میز بشینه. حتی یک عکسی هست از ایشون که بعد از یه مدتی اینا میبرنشون آیت الله خمینی رو کنار آب و عکسی از ایشون هست تو مجله، من دیدم عکس رو، که ایشون با همون عبا نیست ولی همون لباسی که زیر عبا میپوشن چیزو زدم بالا و تا زیر زانو در آبن. خانم افسرم هست؟ خانم افسر تو این عکس نیست، نه، ولی کاملا معلومه که بعد از یه مدتی پذیرفتن که اگر در منزل ایشون مهمون هستن اونجا چیز بکنن. برای من همیشه این سوال بوده، من در کتاب اتفاق نگاهی به شام به این اشاره کردم که برای من خیلی از اون سوالای جالبه، چی میشد اگر ایشون در اونجا میموندن، در ترکیه میموندن، این یه فضای خارج از چیز. من فهم کنم بعد از یه مدتی به هر حال دولت ترکیه هم مایل قاعدتا نبود. من جزئیات این که چطور چه نیروهایی فشار آوردن و چه تصمیمی چه مکانیزمی برای اون تصمیم بود اونو من نمیدونم، ولی به نظرم سوال بسیار جدی است، یکی از اون سوالهای خیلی قابل تأملی که چه میشد اگر ایشون مثلا در ترکیه میموندن. ولی اینکه دقیقاً چگونه این تصمیم گرفته شد که از اونجا که حالا میرن، چون یکی دو جای دیگه هم بود که پیشنهاد میشه که برن، همونطوری که دفعه بعد هم که از عراق داشتن بیرون میرفتن چندین پیشنهاد مختلف میشه که برن به اونجاها و بالاخره تصمیم به این گرفته میشه که بهترین جای برای اینکه برن پاریس دیگه. مثلا یه پیشنهاد بود که برن سوریه شاید و شاه فکر میکرد که اسد رادیکال، اونجا برن اینا ممکنه با هم متحد بشن. گمان شاه، تمام شواهد به نظر من اینو نشون میده، این بود که اگر بیان پاریس اونجا مردم میتونن ازشون سوال بکنن، خبرنگارا در خواهند یافت که جنس برنامه سیاسی که برای ایران دارن چیه، غافل از این که آیت الله خمینی اونقدر
باهوش بود و انقدر تقیه داشت که در اونجا کاملا تقیه بکنه، اسمی از ولایت فقیه در تمام دوران پاریس نبره یک بار حتی، و در عوض بگی که در جمهوری اسلامی آزادی خواهد بود، زنها مجبور به پوشیدن لباسی که نمیخوان نخواهند شد. خلاصه یکی از چیزهای جالب تاریخ به گمان من همینه که اگر در ترکیه مثلا میموندن یا از ترکیه به جای دیگه میرفتن چه میشد؟ آقای دکتر، من یه جایی خوندم، نمیدونم یادم نیست کجا، که ایشون خودش درخواست کرده بوده که بره عراق. حالا از چه طریقی به اطلاع ساواک یا شاه رسیده معلوم نیست. من تقریبا تردید ندارم که اگر انتخاب به خود ایشون بود حتما جای مثل عراق رو ترجیح میدادن. به هر حال با اینکه ایرم هست، با اینکه من فکر کنم ایشون خوب میدونستن که نجف هم برن، علمای اون زمان نجف میانه چندان خوبی نداشتن با ایشون. یعنی آیت الله حکیم مثلا خیلی روش های سیاسی آیت الله خمینی رو بر نمیتابید، و دوباره بعضی از خاطراتی که در مورد چند و چون آمدن آیت الله خمینی به نجف هست من خوندم، اون تنش ها کاملا معلومه، و این تنش ها تا هفته ها و ماه های قبل از انقلاب هم معلومه، برای اینکه به غیر از آیت الله خمینی خیلی دیگه از اون آیات عظامی که اونجا بودن، از جمله اصلا آیت الله حکیم، خیلی با دربار رابطه خوب داشتن، ملکه رو باش دیدار کردن، ملکه و ولیعهد رو دیدار کردن، انگشتر دادن به ملکه. یعنی آیت الله خویی داد، ولی حکیم و خویی و اینا در جلسات دیدنشون. بله یعنی یکی دو تا خاطرات هست از بعضی از دیدارهای اولی که وقتی آیت الله خمینی میاد به قم، به نجف، با آیات عظام دیدار میکنن. خب میدونید اکثر اونها تئوری ولایت فقیه که قبول نداشتن، یعنی اکثر قریب به اتفاق آیات عظام نجف و آیات عظام ایران، آیت الله شریعت مداری، آیت الله میلانی، اینا ولایت فقیه در مفهوم که آیت الله خمینی میگفت که قبول نداشتن اصلا. اون وقت که اصلا آیت الله تئوری ولایت فقیه من رو صورت بندی نکرده بود آیت الله خمینی. آیت الله خمینی 4 سال بعد از اینکه میاد به نجف تئوری ولایت فقیه رو در واقع صورت بندی میکنه، ولی تو اولین نوشته هاش هم یه گرته از اون دیده میشه. سر 15 خرداد ظاهرا خیلی برخورد میشه بین یک دو تا از آیات عظام و آیت الله خمینی، برای اینکه اونا فکر میکردن آیت الله خمینی خب یه مقداری تون میره دیگه. یعنی اونها اصولا به اینکه میشه حکومت ولایت فقیه در دوران غیبت امام زمان درست کرد معتقد نبودن. همون نظری است که بیش و کم آیت الله شریعت مداری هم بعدها صورت بندی کرد دیگه. حکومت اسلامی موکول به زمان بازگشت امام زمانه. حکومت اسلامی مستلزم این است که یک آدمی که خطاکار نیست حاکم باشه، و انسان ها نمیتونن رأس حکومت اسلام بشن. آیت الله خمینی میگفت نه میشه. آقای دکتر، کسی که این سوال رو کرده از بیرون از مرز به نظرم، اسمش احمد قرائتی، و اما یک سوال دیگه طولانی آقای دکتر بخونم. با سلام آقای مهری، از تمام کار شما برای کشورمان متشکرم. من رضا عباسی از پاریس هستم. یک سوال مهم داشتم که امید دارم شما از آقای میلانی برای تلویزیون اندیشه پرسش کنید. آقای میلانی، من مدت هاست به گفتگوهای شما با آقای مهری عزیز دنبال میکنم. این جملش، تمام کتابهای شما را خواندم. من در دوران انقلاب در ایران در کف خیابان بودم و نسلی که بین 16 تا 25 سال آن روزگار بودند رو خوب می شناسم.
یک سوال داشتم و یک نکته که به غیر از شما آقای میلانی فکر نمی کنم کسی بتواند به آن جواب بدهد. متشکرم از شما برای تمام زحماتی که برای میهنمان انجام می دهید. دیدار ملکی با شاه، دیداری که ملک ببخشید. سوال یک، در کتاب نامه های خلیل ملکی نشر مرکز اثر کاتوزیان و پیشداد در صفحه 6 کتاب آمده که در دو دیدار ملکی دو دیدار با شاه انجام داد. در 1339 شاه دو شرط برای پذیرش جبهه ملی دوم گذاشت برای تشکیل دولت. یک، احترام به قانون اساسی و سلطنت. دو، نداشتن ارتباط با حزب توده. در 1341 ملکی در نامه خود به مصدق می نویسد که وقتی به سراغ سران وقت جبهه ملی می رود، ملکی می گوید اینها مردم فریب نیستند بلکه کشت مرده مردم هستند، این جبهه ملی ها. داریوش همایون در مصاحبه که داشت با بی بی سی گفت شاه این سوال برایش پیش آمد، اصلا اینها دنبال چه می گردن؟ این مسئله بسیار مهمی است که شاه در آن زمان موافق انتقال قدرت بوده به جبهه ملی، حتی خودش دنبال گفتگو با مخالفین بوده. من طرفدار شاه یا مصدق نیستم، ولی شما حتی به این مذاکرات هم اشاره نکردید که اگر جبهه ملی قبول میکرد شرایط امروز ایران خیلی فرق میکرد. حتی جبهه از دولت امینی دفاع نکرد. نکته دیگر، شما همیشه میگویید که حاشیه نشینان شهرهای بزرگ در سال 57 به مذهب روی آوردند و انقلاب کردند. فکر نکنم شما در آن زمان زیاد با این مناطق آشنا بودید. در روستاها و حتی در حلبی آبادها در آن زمان کسی وقت اضافی نداشت که به خیابانها بیاید. اینها تا روز انقلاب شاهی بودند، طرفدار شاه بودند و روزی 200 تا 300 تومان آن زمان در ساختمان پول در می آوردند. حتی کارگر ساده هم بسیار کم بود. حتی ما رفتیم که بگوییم شما هم بیایید در تظاهرات شرکت کنید در مهر 57. دیدین که اولش گفت من خاک خیابون خوردم، ولی متوجه شدیم که شاید 90% طرفدار شاه هستند. مثل امروز که نبود، پول خوب در می آوردند، نیروی انسانی هم خیلی کم بود. آقای کاردان، این را به آقای مهری بدهید. دو تا سوال در واقع هست. سوال نکته اولشون، من باید عرض کنم که فکر میکنم ایشون کتاب رو مطالعه نکرد، خوب که نخوندن شاید اصلا نخوندن، برای اینکه من به تفصیل در مورد دیدار ملکی که در واقع اول فقط با شاه نیست، اول علم اون کار رو شروع میکنه، با علم دیدار میکنه، ملکی هم قبل از اینکه با علم دیدار بکنه با دوستانش در نیروی سوم جامعه سوسیالیستا مشورت میکنه، با منوچهر صفا مشورت میکنه، با همین آقای دکتر پیشداد مشورت میکنه. من از خود دکتر پیشداد شنیدم، من از منوچهر صفا به تفصیل شنیدم. من 2 سال وقت اینو داشتم که هم اتاق آقای منوچهر صفا بودم و با ایشون چند تا مقاله چاپ کردیم، مقالاتی که در مورد دریابندری هست. قین داوود در واقع اسم مستعار منوچهر صفا بود
طنزنویس بسیار خوبی بود، درخشانه، مثلا به نظر من یکی از بهترین طنزنویسان تاریخ معاصر ایران. با شما دوست بودن، خیلی نزدیک، من ارادت خیلی زیادی داشتم، ما با هم دو تا مقاله نوشتیم، ایشون جلد یک بنیادهای جریانهای مارکسیزم که من ترجمه کردم، ایشون لطف کردن ادیتش کردن، یکی از بهترین مترجمین فارسی بودن، به هر حال از یاران ملکی بودن و چند بار به این خاطر زندان رفتن. من اون اتفاقا نوشتم، منتها دوباره چون ایشون من فهم میکنم شاید افواهن این تاریخ رو میدونن، من سعی کردم تاریخ افواهی ننویسم، من سعی کردم تاریخ بر اساس اسناد بنویسم. آغاز این مذاکرات در واقع با فشار بسیار زیاد آمریکایی‌ها صورت میگیره. آمریکایی‌ها از 1957-58 به این نتیجه میرسن که در ایران انقلاب خواهد شد مگر اینکه شاه سیاستش رو تغییر بده، و فشار میارن که شما باید با جبهه ملی آشتی بکنید و باید با اپوزیسیون تماس بگیرید. من یه گزارشی رو در کتاب نگاهی به شاه منعکس کردم که سفیر وقت آمریکا میره و یه گزارش خیلی مبسوطی از فعالیت‌های مخالفین شاه به شاه میده و حتی به شاه میگه که مثلا ما فلان تعداد در حزب توده آدم داریم، فلان تعداد در جبهه آدم داریم، بر اساس این گزارش ها اینا داره این فعالیت ها رو میکنن، و شاه خیلی مبهوت میشه از میزان اطلاعاتی که اینا در اون زمان داشتن و از علم میخواد که اول با ملکی، چون ملکی از همه نزدیکتر بود، ملکی یک بار دیگر هم منطقی تر هم بوده، مثل این که خیلی اصلا قابل قیاس نیست. ملکی البته یک بار دیگر هم با شاه ملاقات کرده، ملکی قبل از 28 مرداد هم یک بار با شاه ملاقات کرده، اون هم با صلاح دید و با اطلاع دکتر مصدق. ملکی آدم بسیار صحیحی بود و این که خنجر از پشت مثلا به مصدق یا به یارانش بزنه، برخلاف همه مزخرفاتی که حزب توده در مورد ملکی گفتن، اون چنین آدمی نبود، آدم خیلی قرص محکمی بود. به هر حال اون دیدار صورت میگیره تحت فشاری که آمریکایی‌ها آورده بودن، و توی مذاکراتی که شاه با آمریکایی‌ها میکنه، همه اینا تو اسناد هست، خیلی از این اسناد هم در کتاب هست، شاه برخوردش با جبهه ملی اصلا اینطور نیست که حاضر اونا رو بیاره. میگه که اینا بالاخره خیانت خواهند کرد، اینا همونایی هستند که با پیشوری شامپاین خوردن، اینا همونایی هستند که، یعنی حرفایی که در عام میزد، در جلوت میزد، در خلوت هم با آمریکایی‌ها تقریبا عینشون میگه، ولی میگه اگه من حاضرم که چیز بکنم، جبهه ملی حاضر نمیشه، از طریق صنعتی زاده که فوت کرد و به آمریکایی ها نزدیک بود، شاه هم میشناختش، مورد اعتماد شاه بود، سنت زنده در داخل زندان با سران جبهه ملی مذاکره میکنه. یکی از نوابغ ایران بوده واقعا، خیلی خیلی آدم درخشانی بود، آدم کاردانی بود، کلی این جریان ها را چیز کرد. تو اونجا میرن تو جبهه ملی، سران جبهه ملی بهشون میگن که بیاید این دولت ائتلافی رو بکنید، در واقع سنت زاده طرف آمریکایی‌ها بهشون میگه. در اون وقت دیگه اونا چیز نمی کنن، حاضر نمیشن، که اونجاست که ملکی میگه اینها عوام فریب هم نیستن، اینا فریفته عوام هم. اونجاست که ملکی میگه به دکتر مصدق در همون نامه که ایشون اشاره کردن، که میگه در دعوای بین شاه و آیت الله خمینی سر اصلاحات ارضی، ما که نمیتونیم طرفدار آیت الله خمینی باشیم، واضحه که اصلاحات ارضی مترقی تره، واضحه که حق رأی زنان مترقی تره، یادتون باشه، همه یادمون باید باشه، در اون زمان یکی از دعواهایی که آیت الله خمینی با شاه داشت اصلاحات ارضی بود، حق رأی زنان بود، و بعدها ولی دعوای اصلی سر این بود، یا دعوای سر این بود که آیا اقلیت‌های مذهبی حق دارن به قرآن خودشون، به کتاب مقدس خودشون سوگند بخورن. دعوا اینجوری بود، و واضح ملکی آدم مترقی تاریخی بود و میدونه حق رأی زنان در
قیاسی با مخالفت حق رأی زنان که آیت الله خمینی داشت مترقی تر بود. میدونست اصلاحات ارضی از نظام ارباب رعیتی اون زمان مترقی تر بود، ولی خب سران جبهه ملی به نظر من همونطوری که ملکی گفت فریفته عوام بودن، و البته این رو هم باید بهش، یعنی واقعا آدم نخواد قضاوت های تند عاطفی بکنه. خب در اون زمان اونها معترض بودن، برای اینکه دکتر مصدق هنوز در حصر خانگی بود دیگه، یعنی اونها هم براشون سنگین بود که رهبرشون که دکتر مصدقه در حصر خانگی بهش اجازه نمیدن. منتها حصر خانگیش هم مثل الان نبود که میدونید 5 ساله هیچ نوع حق تماس هم ندارن. دکتر مصدق در اون زمان ملاقات میکرد با بعضی از این افراد، نامه مینوشت با بعضی از این افراد، نامه دریافت میکرد، یعنی خیلی حصر فعلی غیر قانونی علی موسوی خانم رهنورد و کروبی شدیدتره. ولی اون در مورد اینکه آیا در دوران انقلاب من میدونستم تو خیابونا چه خبره یا نه، خب من نمیدونم ایشون چی میدونن در مورد زندگی من. برها منم اون وقت شاید در اندازه ایشون در کف خیابون نبودم، ولی برها منم جزو زمان مخالفین شاه بودم، یک سالی در زندان بودم و نوع فعالیت سیاسی که میکردیم نوع فعالیت سیاسی بود که تمام امید اون بود که ببینیم جامعه چه خبره دیگه. یه مقداری کاملا هم بیگانه نبودم از اتفاقاتی که در جامعه میفته، و اتفاقی که در ایران افتاد اتفاق خیلی نادری نیست، در جاهای دیگه هم شبیه به این اتفاق افتاده به در زمانهای مختلف. شما نمیشه ببینید تو جامعه ایران در ظرف 15 سال قبل از انقلاب بزرگترین مهاجرت درونی تاریخ ایران اتفاق افتاده. 3000 سال تاریخه، هرگز نبوده که 50% جامعه یه دفعه از یه جایی که روستا باشه بیان در شهر. این در ایران اتفاق افتاده در فاصله 15 سال. هیچ کس هم اجازه فعالیت در اون حاشیه ها نداشته. تنها نیرویی که اجازه فعالیت داشت مذهبی ها بودن، اونا حق داشتن مسجد درست کنن، حسینیه درست کنن، تکیه درست بکنن، اونا حق داشتن پول جمع بکنن. کوچکترین امکان فعالیت نه برای جبهه بود نه برای خلیل ملکی بود. خلیل ملکی که طرفدار رژیم بود امکان فعالیت آزاده نداشت. در همون زمانی که خلیل ملکی رو زندان کردن و اجازه فعالیت بهش نمیدادن، آقایون مدرسه اداره میکردن، مدرسه علوی رو انداختن، مدرسه قروی رو انداختن، نمیدونم هزار یه جور چیز دیگه داشتن. ایران این شبکه ها میتونستن سازماندهی بکنن، و به نظر من این که اینا طرفدار چی بودن از نتایج انقلاب تا حدی روشنه. روستاها به گمان من تمام شواهد حاکی از این بود که روستاها به لحاظ اصلاحات ارضی خیلی طرفدار شاه بودن، ولی شاه هرگز سعی نکرد که نیروهای روستا رو بیاره در شهر. بعضیا رفتن بهش گفتن، بعضی از طرفدارانش، حجبر یزدانی مثلا، که ما میتونیم 10,000 نفر رو بسیج کنیم بیاریم، و یکی دو بار اینا آوردن، بیشتر چماقدارا رو آوردن. ولی اینکه روستاها بیان و درگیر یک نزاع اجتماعی بشن اصلا به نظر نمیاد که شاه رغبتی برای این کار داشت، و حاصل به گمان من همون شد که دیدیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. یک نویسنده‌ای در تهران کتابی نوشته به نام دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شاگردانش. این آقا اسمش علی اکبر ثبوت، یا نمیدونم شاید ثبوت باشه مثل نبوت. در فصل اولش صفحه 18 خلاصه نامه آخوند خراسانی
بزرگترین مرجع وقت خودش در 100 سال پیش خطاب به آیت الله نائینی آمده است در باب مضرات حکومت اسلامی. چند تا عبارت چه میخونم اگر لازم دونستید درباره این شخصیت برای هم میهنان صحبت بفرمایید. درباره آیت الله خراسانی، آخوند خراسانی میگوید اگر دین و دولت در ایران یکی بشوند، دیگر ادیان هم ترغیب میشوند حکومت متعصب دینی تشکیل دهند و آنگاه نزاع دینی شکل میگیرد. وقتی روحانیون پا به حکومت بگذارند، دیگر نمیتوانند عیوب خود را ببینند و توجه میکنند و فسادها را نادیده میگیرند و توجیه میکنند. مسند روحانیت مسند مبارزه با فساد است و مسند حاکمان همواره توأم با فساد. با این کار، یعنی با ورود آخوندها در دولت، هم مسند مبارزه با فساد را از دست می دهیم، هم روحانیت را مفسد می کنیم. وای به روزی که بگندد نمک. حتی اگر فاسد نشویم، همه مفاسد را به گردن روحانیت می نویسند و دین نابود می شود. علم حکومتداری و سیاست یک علم و فن است و روحانیون از این علم حداقل تا الان کاملا تهیدستند. ورود بدون علم و تجربه و فن به این حوزه بدون طی مراحل آن باعث آبروریزی برای روحانیت می شود. صرف این که روحانیون انسانهای خوبی هستند که دلیل نمی شود هر علمی و هر فنی را بلد باشند. آمال و آرزوی ما تبعیت حکومت از دین است، در حالی که اگر حکومت را در دست گیریم به تبعیت دین از حکومت دچار خواهیم شد. چون مردم ما را نایبان امام زمان می دانند، انتظار دارند حکومت دینی هم همان شرایط را ایجاد کند و وقتی نتوانیم در آن سطح عدالت را برقرار کنیم، نسبت به امام زمان و دین سست عقیده می شوند. اکنون که مناصب حکومتی نداریم، این همه اختلاف نظر داریم. اگر به حکومت برسیم، این اختلاف نظر باعث چند پارگی دین و ایجاد فرقه های جدید و آسیب به دین می شود. ما فقط سواد فقهی داریم و چون فقیه خوبی هستیم که تازه همه ابواب فقه را هم نمی دانیم. این دلیل نمی شود که به علوم دیگر مانند مدیریت هم تسلط داشته باشیم. علم فقه یک علم است با مسائل خودش و ربطی به اداره جامعه و مسائل آن ندارد. اکنون که دست ما به حکومت نرسیده، اطرافیان ما چه کارها که نمی کنند. وای به روزی که دست من به حکومت برسد. بستگان ما در صورت حکومت از موقعیت استفاده خواهند کرد و باعث آبروریزی برای مرجعیت و دین اسلام خواهند شد و مردم آنها را به پای ما می نویسند. کسانی که مناصب حکومتی را در اختیار دارند، فریبکاری و ناراستی و دروغگویی از لوازم اولیه کار و شغلشان میشه. ببخشید که من سینم. نه خواهش میکنم. خیلی خیلی مطلب جالبه. حالا من نمیدونم اینو ساختن یا اینکه. نه خیر، نه اینکه قطعا نساختن. من فهم میکنم، یعنی یک کتابی با این مضمون پارسال به انگلیسی در اومد، دانشگاه سیراکیوس درش آورد. من اون کتابو خوندم. خیلی کتاب جالبیه. دقیقاً در مورد، در واقع دعوای ناینی چیز خراسانی و شیخ فضل الله نوری
در واقع طرفدار تئوری ولایت فقیه، اون وقت هنوز اسمش ولایت فقیه نداره ولی حکومت مشروعه، اینها طرفدار حکومت مشروطه هستند و طرفدار نوعی همین پذیرفتن این که فقاهت به معنای مدیریت سیاسی نیست و خراسانی یکی از مهمترین اون افراد ناهینی یکی دیگه است که یک کتاب درخشانی هم او نوشته. و جالبه که من همین دیروز مصاحبه میخوندم از فرزندان آیت الله طالقانی. دیدی نهی دکتر؟ خیلی. حالا من یه چیز براتون بگم، ببخشیم وسط صحبت. نه خواهش میکنم. آقای شانه‌چی یکی از اون متدینین طرفدار خمینی بود که بعد از یکی دو سال فرار کرد از ایران، در پاریس در وضع بسیار بدی زندگی میکرد. من با ایشون مصاحبه های فراوانی کردم. ایشون داستان مرگ آیت الله طالقانی رو 17 سال پیش به همین صورت که بچه ها دارن میگن الان بچه های آیت الله برای من تعریف کرد. این همین حیف واقعا، اگه میشه نوارش رو پیدا کنید پخش بکنید دوباره، برای اینکه حتما بهشون خیلی حمله خواهند کرد. ولی ببینید اصلا احتیاجی نیست که، یعنی احتیاج هست که حتما کالباچی کافی بشه آدم بفهمه چه بلای بر سر یکی از واقعا شریفترین انسانها آوردن. ولی این در آستانه انقلاب ورداشت کتاب ناینی رو در واقع چاپ کرد و یه مقدمه‌ای برش نوشت. این کاملا موضعش روشنه که حرفش اینه و حرف ناینی کاملا در تقابل با حرف ولایت فقیه. یعنی ناینی از لحاظ تاریخی دقیقاً در اون جایگاهی قرار داشت که در اون زمان آیت الله شریعت مداری قرار داشت، دقیقاً همین حرفو می‌زدن. آقای دکتر شما به خاطر دارین که با توجه به یک ساعته بودن برنامه‌تون در رادیو صدای ایران در هفته یک ساعت بود، یه مقداری از اون نوارها رو توسط یکی از دوستان مشترکمون براتون فرستادم. بله. 10-15 سال پیش. اگه همه اونا میرسید چه 30-40 صندوق میشد. حالا هر شب من 2-3 مصاحبه داشتم. میدونین چندین صندوق شده بوده؟ دیگه جا نبود همه رو. خب واقعا حیف دیگه. یعنی یه مقداری خودم دارم البته. واقعا بعضی از این یعنی نه مصاحبه با من، ولی بعضی از مصاحبه هایی که شما کردید واقعا تاریخیه و اونا باید حفظ بشه و بازپخش بشه. برای اینکه میگم الان این بچه ها الان حتما زیر ضرب قرار خواهند گرفت، همونطوری که فرزند آقای منتظری رو کشتن به سلابه پنج برد بود که چرا. یعنی واقعا دو قرتونی میشون هم باقیه، یه 4000 نفر رو کشتن، یه کسی اعتراض کرده، یارو میگه من افتخار میکنم که اینا رو کشتن، من افتخار میکنم، بقیه شون هم که اصلا جواب نمیدن و یه قرتونی میشون، دو قرتونی میشون هم باقیه. ولی حالا من مطمئنم به اینم به نام حمله میکنم، برای اینکه یعنی رایی که تاریخ میفهمه حقیقت چیه دقیقا همینه دیگه. مثلا میگیم این الان اینو گفته، ولی 17 سال پیش یه آدمی کاملا در یه فضای متفاوتی قبل از اینکه این سر صدا بلند شه یه حرف مشابهی زده و اینها تقویت میکنه این گمان. آقای دکتر 100 چهره مدنی دانشگاهی و حقوق بشری ایرانی مقیم خارج از کشور نامه نوشتن به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری و از این نهادها خواستن که قتل عام سال 1367 در جمهوری اسلامی را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسن. به نظر شما رسوندن امضا کنید؟ بله من امضا کردم. ده؟ بله متوجه اسم منو ولی اسما رو ننوشتن. تو بعضی از سایت ها نوشتن اسما رو. بله اینجا ننوشتن و اسم منم من نوشتم، متوجه اسم منو اشتباهی نوشتم، میانلری نوشتن، عباس میانلری. یه خود فکاهیه ولی من امضا کردم. بله اینا نوشتن که قتل عام زندانیان دربند
بزرگترین جنایت بشری در تاریخ 1400 ساله اسلام و در تاریخ 2500 ساله کشور ایران است. مفصل البته. بله نامش رو خوندید. بله. به هر حال می‌دونید من قیاس تاریخیش سخته، ولی در این که این یک جنایت علیه حقوق بشره و بایستی یک کمیته حقیقت‌یابی به این رسیدگی بکنه و واقعا اونهایی که مقصر بودند بدونن که تاریخ میدونه که مقصر بودند، به نظر من یک گام بسیار بسیار لازم است. اون آقای شانه‌چی اون موقع ها برای من تعریف میکرد، میگفتش که پدر زن یکی از بچه های پسران آیت الله طالقانی اسم شهپور بود، بعد از انقلاب کرد چهپور و ایشون میگفتش که وقتی حال آیت الله به هم میخوره بعد از ملاقات با سفیر روسیه شبانه، این بدون اینکه ماشین زیر پاش باشه، بدون اینکه تاکسی صدا کنه، از خونه آیت الله که میدونین کجا بوده از اونجا راه میفته میره عشرت آباد که یک دکتر پیدا کنه بالا سرش، پیاده با دکتر میاد، دکتره که شیبانی چیکار کرده در عمرش؟ هرگز یک بار کار طبابت نکرده، اینو میارم بالا سر آیت الله دیگه رفته بوده. بله اینا هم بچه هم از آقای چهپور صحبت کرده. بله خوندم، خیلی خیلی جالب بود. آقای طالقانی واقعا اون هم مثل آیت الله منتظری از نوادر روزگار بود، چون اون هم در همون بنده یک زندان اوین ایشون هم تشریف داشتن. ایشون هم انگلیسی خوندن پیش شما؟ نه خیر، من پیش ایشون درس سوال میکردم از ایشون، ولی ایشون هم با مثلا یه عبارتی اینجا دارن که میگن واقعا، چون اینو قبلا نوشتم یه جایی، اونم چیزه، یه دفعه یه سوالی از من میکردن، من گفتم که حاج آقا قبل از اینکه من به دنیا بیام شما زندانی سیاسی بودی، گفت من تجربه دارم ولی شما که دانشگاه هستی شما ها علم دارید، اینا با هم فرق میکنه. این تو این مصاحبه میگن این دائم تکی کلامش بود، یعنی واقعا آیت الله منتظری هم مثل همین بود. آیت الله منتظری هم یه دفعه ازشون پرسیدم که این که عربستان ربا میدن اسمش رو یه چیز دیگه میذارن، این از لحاظ شرعی به نظر شما قابل قبوله؟ گفت اینا خیلی خدا رو کم میگیرن، فکر میکنن خدا عقلش به این چیزا نمیرسه. من باور دارم که خدا واقعا بینا و داناست. سر این مسئله کشتارها هم واقعا اینایی که فکر میکنن فراموش میشه کرد خیلی سرسری میگیرن ماجرا رو دیگه. ایمان واقعی رو او داشت که فکر میکرد یک خدایی هست که به این رسیدگی خواهد کرد. میگفت من نمیتونم نماز بخونم اگر حرفامو نزنم. او خیلی ایمان جالبیه، خیلی اخلاق جالبیه، و اونو تو زندان هم میشد دید در برخوردش به مسئله ربا در جمهوری عربستان سعودی. آیا یک سوال، دو سه دقیقه وقت داریم، درباره باراک اوباما هر دفعه ما از شما، درباره آقای ترامپ هر دفعه از شما سوال میکنیم. باراک اوباما گفته هر بار که آقای ترامپ صحبت میکنه معلوم میشه که صلاحیت ریاست جمهوری آمریکا را ندارد. این نامزد جمهوری خواه اخیراً گفته بود که رهبری پوتین از باراک اوباما بهتر است. دو ماه تا انتخابات ریاست جمهوری مانده و بر اساس دو ماه بیشتر کمتر و بر اساس آخرین نظر سنجی ها آقای ترامپ به خانم کلینتون نزدیک شده. اینا درسته آقای دکتر؟ این که نزدیکتر شده قطعا درسته، میدونید همه پرسی های متعددی صورت میگیره که میزان دقت و علمیتشون واقعا فرق میکنه. هنوز
تقریبا تمام اونایی که من دیدم و به نظر معتبر میاد معتقدن که خانم کلینتون جلوست، ولی مثلا یه ماه پیش خیلی جلوتر بود، الان آقای خیلی نزدیکتر شده. ولی واقعا درسته، من فکر کنم حرفی که آقای اوباما زده درسته. فقط هم مسئله دفاع از یک قلدر فاسدی مثل پوتین نیست، در تقریبا هر کاری که میکنه این رو نشون میده. مثلا این یک قانونه، وقتی دو حزب کاندیداهاشون روشن میشه کیان، دستگاه های اطلاعاتی آمریکا میان برای اینا یک گزارشی از وضع امنیت جهانی میدن، بگن هر دو رو در یک ساعت مطلع نگردش بدارن از اون چی که سازمان های اطلاعاتی آمریکا از وضع جهان خبر دارن. سابقه نداره، سابقه نداره که یک کاندیدی بیاد در مورد اون چی که در اون جلسه گذشته صحبت بکنه. این اومده صحبت کرده، میگه که اینا جوری که در حرکت بدنشون بود من میفهمیدم که اینا از اوباما ناراضی هم. اصلا شگفت‌انگیزه که تو بیای در مورد یک گزارش کاملا محرمانه ای که به تو دادن و به هیچ کس دیگه ندادن حرف بزنی، و بعد اون یارو هم دستشو بذاری توی زیر ساتور. آدم امنیتی که حق نداره بره چیز بکنه، موضع چیز سیاسی بگیره، اون باید گزارش امنیتی بده. خلاصه آشفته بازاریست در این انتخابات، باید یک فرصت دیگر یک کمی مفصلتر صحبت بکنه. بله خیلی وحشتناکه. خلاصه یکی از دوستان ما که روزنامه نگارم هست و در تلویزیون ها هم مصاحبه میکنه، از اروپا آمده بود، چون در آلمان زندگی میکنه، از آلمان آمده بودش. پرسیدیم وضع آقای ترامپ در اونجا چطور، گفت وحشتناک، به هم خودت وحشتناک. بله اونا که میخندن بیشتر. دکتر خیلی ممنونم ازتون، وقت ما به پایان رسید. شب و روز شما خوش، تا هفته آینده. خیلی متشکرم. شاد باشید. همینان گرامی، با سپاس از شما و همچنین با تشکر از آقای بهروز مشکیار، کارگردان این برنامه.